باغ و مقبره قاضی امان الله خان یکی از باغ‌های مشهور و دیدنی در شهر جلال آباد است. این باغ بزرگ 47 جریب زمین مساحت داشته که گل‌های رنگارنگ و حدود 600 درخت نارنج به زیبایی این باغ افزوده است. این باغ یکی از پربیننده‌ترین مکان‌های تاریخی در ولایت ننگرهار افغانستان به شمار می‌رود. فضای آزاد و سرسبز این باغ سبب شده است تا بازدید کنندگان داخلی و خارجی به اینجا بیایند. مقبره امان الله خان یکی از شاه‌های افغانستان در داخل این باغ موقعیت دارد. این مقبره بزرگ با سقفی بسته و دیوارهای سفید که چهار طرف آن با گل‌های متنوع و درخت‌های سرسبز مزین شده است. اسدالله یک تن از مسئولان این باغ که از طرف شاروالی این شهر تعیین شده است، از 7 سال به این سو در بخش‌های صفایی و آبیاری این باغ کار می‌کند. با گفته او تعداد زیادی از مردم روزانه از اینجا دیدن می‌کنند و در این باغ بر علاوه مقبره امان الله خان و خانمش ملکه ثریا نیز قرار دارد. در این مکان بر علاوه مقبره‌های خانواده شاه امان الله خان، مقبره حاجی قدیر یکی از چهره‌های بزرگ جهادی این ولایت نیز قرار دارد. مونگا ده شاروالی ده طرف ما دلتا همی چهید باغ که محصول ده باغ ما او دغه صفائی ده زمونگا و اون دی گلان دی ده چمنون دی ده صفائی دی خدمت او دی و بکولو ده زمون مسئولیت ده. البته دیر رازی دست پدی چه ده خو یو شخص و امان الله خان خپلا فوش دیر خلق راضی د دې سیل تا د دې دواته فاتیا دواته راضی دوا کوي دې در تل بل ته چې د دې پلار دل ته خورې ده مورې ده او چې د خپل امان الله خان ده او د دې خزم دل ته حاجی قدیر نومیږي زموږ مشر و جهادی مشر و یاقوت شاه پشتون مل یکی از بازدید کنندگان این باغ میگوید این باغ جای خوبی برای تفریح است و باید مردم هنگام بازدید از آن در حفظ نظافت باغ توجه کنند. در طول اوغانان نمی ده سوال ده چه دلت رازی باید ده نزاکت ده فاکه مراد که دلت باید ده سیکارو نکه چه ده خلکو ده غو گرزی. این باغ در دوران حکومت پیشیم ترمیم شد و فعلا هیچ ارگان امنیتی مسئولیت این باغ را به صورت رسمی به دوش ندارد.